آلمان دیروز در تکذیبیه اعلام کرد که فناوری شنود فروخته شده به جمهوری اسلامی برای محدود کردن و فیلترینگ اینترنت به کار نمی رود. فشار افکار عمومی در اروپا و امریکا پس از فروش محصولات شرکت نوکیا زیمنس به رژیم جمهوری اسلامی و پس از اعتراضات خیابانی صورت گرفت. در آخرین این واکنش‌ها در اروپا، سازمان مدافع حقوق افراد تحت تهدید زیمنس را متهم کرد که قویاً به سرکوب جنبش اعتراضی ایران کمک کرده است. جو کیزر، رئیس بخش مالی زیمنس، در واکنش به این اتهام گفت: ما شواهدی مبنی بر تخلف نداریم و عملی برخلاف قانون انجام ندادیم. نوکیا زیمنس سال پیش اعلام کرد که در سال 2008 فناوری ارتباطاتی را به ایران فروخته که میتواند برای شنود مکالمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما هر گونه ادعا مبنی بر اینکه این فناوری قابلیت استفاده برای سانسور را دارد را رد کرده است. یکی دیگر از مدیران شرکت زیمنس نیز دیروز در جلسه سهامداران این شرکت در شهر مونیخ آلمان و در پاسخ به سوال یکی از سهامداران اعلام کرد که شرکت زیمنس روابط تجاری خود با ایران را قطع کرده است. پیتر لوشر، مدیر شرکت زیمنس، ضمن اعلام این خبر افزود که آخرین قرارداد این شرکت با ایران در نیمه سال 2009 لغو شده است. روزنامه بیلد آلمان در گزارشی دلیل این تصمیم را پخش برنامه‌ای در شبکه ZDF آلمان اعلام کرد که پس از افشای شنود و دستگیری معترضین در ایران به کمک فناوری فروخته شده توسط نوکیا زیمنس در ایران، در آن مورد به کندوکاو پرداخته بود. حجم کل قراردادهای ما بین ایران و زیمنس سالانه 500 میلیون یورو عنوان شده است. ایران تا کنون واکنشی به سخنان مدیر زیمنس نشان نداده است.